سلام خدمت همه همراهان و دوستان گرامی، امیدوارم که هر جای دنیا که هستید خوب و سلامت باشید. در لایو امروز راجع به یکی از پر تعدادترین و متداولترین ویزاهای کانادا میخوایم صحبت بکنیم، در مورد ویزای ویزیتوری که اسمای مختلفی داره، به اسم ویزای مالتیپل، ویزای 5 ساله، ویزای توریستی و ویزای ویزیتوری میشناسنش. ویزای ویزیتوری کانادا در حقیقت اجازه ورود به فرد برای مدت کوتاهی هست که میتونه به اقامت دائم منتهی بشه، میتونه به ورک پرمیت منتهی بشه، میتونه به اجازه تحصیل منتهی بشه یا حتی برنامه های تجاری. یعنی یک سری اجازه هایی رو به فرد میده برای ادامه راهش و یک سری محدودیت هایی هم داره، مثل اجازه کار یا اجازه تحصیل برای دوره های طولانی مدت. این ویزا در حالت کلی حتما باید دعوتنامه داشته باشه، یعنی اگر که عزیزان میخوان اقدام بکنن باید توی یکی از این 3 مقوله‌ای که برای ویزای توریستی تعریف میکنیم ما خدمتتون بگنجن. اولیش اینه که بستگان درجه 1 داشته باشن اینجا، مثل پدر، مادر، خواهر، برادر، یا بستگان درجه 2 مثل خاله، عمو، عمه، دایی، یا اگر ازدواج کردن حتی برادر، خواهری که متأهل هم باشن بعد درجه 2 حساب میشن، ولی خب میتونن دعوتنامه بدن. و در وهله بعدی کسانی که یک کسب و کار قابل استناد و قابل در حقیقت تاییدی دارن و برای اون کسب و کارشون میشه ما تقاضای ویزای ویزیتوری بکنیم از طریق اون، و افراد دیگه کسایی هستن که برای کارهای تجاری یا تحقیقاتی میخوان وارد بشن و بعد تبدیل بکنن ویزاشون رو. حتی اگر هم بخوان با همون ویزای ویزیتوری چند بار تردد داشته باشن، بعد خب میتونن ویزا رو تبدیل بکنن به ویزاهای کار یا ویزاهای تحصیلی. یه سری نکات خیلی به صورت پرتکرار پرسیده شده بوده که اونها رو ما جواب میدیم، یه سریاش هم در پستا گفتیم، ولی خب الان اینجا به صورت مشخص سعی میکنیم که همه رو پاسخ بدیم. سوال اول اینه که کی میتونه دعوتنامه بده؟ بستگان و در حقیقت صاحبان کسب و کار. یعنی شما دو تا دعوتنامه بیشتر ندارید، یا یک فردی دوست شماست، فامیل شماست، جهت همون ویزیت میخواید بیاید ببینیدش، یا یک دعوتنامه تجاریه که مثلا یه مذاکره تجاری میخواد انجام بشه، یه ایونتی هست مثلا کنفرانسی، نمایشگاهی، جلسه یا حتی آموزشی که هدف شرکت داره برگزار میشه و شما میخواید توی شرکت بکنید که میشه ویزای در حقیقت بازور ویزیتور برای مدت کوتاه. اون فرد چه در حقیقت شرایطی باید داشته باشه؟ فردی که میخواد دعوت بکنه، اون فرد باید حتما یک کار با ثبات داشته باشه اینجا. در وهله اول اون کارشه که مهمه، بعد در وهله بعدی اون نسبت مهمه و دلیل مهمه، که خب اون رو هم ما در پرونده کاملا براتون توضیح میدیم، یعنی برای اپلیکیشن شما. بیشتر مباحث در مورد ویزای ویزیتوری برمیگرده به اینکه شما یه دعوت شونده چه شرایطی دارید. یعنی شما کار خوبی دارید در ایران، اگر شرایط مالی قابل استنادی دارید، اگر شرایط بیزنسی دارید که برای گسترشش میخواید برنامه ریزی بکنید، اینها همه به پرونده شما کمک میکنه. تمکن شما چقدره و اینکه برنامه‌تون برای حضور در کانادا چی هستن؟ یعنی ویزای کانادا، ویزای ویزیتوری کانادا، اصلی‌ترین سوالی که تو پروندهش باید جواب داده بشه اینه که چرا شما میخواید تشریف بیارید؟ اگر بستگانی دارید که دعوتنامه دادن، حتما باید یک پلن داشته باشید در اون بازه زمانی که اینجا هستید. اگر که شرکتی به شما دعوتنامه داده، بایستی حتما اون قضیه تشریح بشه، با جزئیات ضرورت سفر شما مشخص بشه، و اینکه فکر کنید با
در حقیقت هدفهایی مثل توریستی واقعا، یعنی مثلا برای دیدن آبشار نیاگارا، برای بودن با دوستان، برای گذروندن یک تعطیلات در کانادا بخواید برای ویزا تقاضا بدید، 99% متاسفانه جوابش منفیه. ولی افرادی که این سه تا شرط رو دارن، یعنی یا اینکه بستگان درجه یک دارن، یا کسب و کار خوب و قابل استنادی در کشور اصلیشون دارن مثل ایران، و یا اینکه از طرف یک شرکتی دعوتنامه دارن، اینجا میتونن تو این برنامه اقدام بکنن. دسته اول مشخصه، خب بستگان داشته باشن، کمکشون میکنیم که این پلن رو طوری بچینن که هم بعدن بشه قابل تبدیل به ویزاهای تحصیلی و یا کاری بشه در صورت نیاز، و اگر هم در حقیقت شرکتی وجود داشته باشه بخواد دعوتنامه بده، اون هم بایستی که کاملا با توجه به جزئیات طوری پلن ریخته بشه که بشه بعد اون ویزا رو تبدیل کرد به ویزای کاری و یا اقامت دائم بعدش. برای عزیزانی که در ایران کسب و کار خودشون رو دارن، میتونه یک پروانه کسب باشه، میتونه شرکت باشه، میتونه یک بنگاه تجاری اقتصادی باشه و هر نحوی، کارخونه باشه یا کارگاه باشه یا یک دقیقت مغازه، اگر که بشه بیزنسشون رو به صورت قابل استناد و موفق تشریح کرد، میتونیم براشون تقاضای ویزای ویزیتوری بکنیم. و این قضیه اگرچه شانس قطعی نداره، اگرچه چیز اصلا قابل تضمینی نیست، ولی دوتا حسن داره. یکی این که ویزای ویزیتوری زمان بسیار کوتاهی میبره تا پاسخش بیاد. وقتی از پورتال وکیل براتون سابمیت میشه، ما معمولا جوابها رو بین 2 ماه تا 3 ماه گرفتیم برای ویزای ویزیتوری. پس شما زمان تعلیق خیلی کمی دارید، زمان انتظار خیلی کمی دارید. و مورد بعدی این که اگر ویزای ویزیتوری داشته باشید، تبدیل ویزای ویزیتوری شما به پرمیت های کار و تحصیل روش های بسیار شفاف و متداول و خوبی داره که بسیار قطعی میشه ازشون جواب گرفت و برای اقامت خودتون و خانوادتون میتونید اقدامات بعدی رو انجام بدید. حالا عواقب و تاثیرات دعوتنامه روی کسی که دعوتنامه میفرسته چیه؟ اگر شما بستگانی دارید، دوستان قدیمی دارید که این رابطه بین شما کاملا مشهوده و قابل اثباته به آفیسر که چرا میخواید بیاید این دوستتون رو ببینید، حتی اگه ویزای شما ریفیوز بشه هیچ تاثیر منفی رو اون فرد نداره. اگر که شما تشریف بیارید اینجا، مثلا بیشتر از زمان مورد نظر بمونید، باز تاثیر منفی نداره. اگر تشریف بیارید، مثلا اگر که تحصیل بکنید، تحصیل رو ول بکنید، در کل ویزای ویزیتوری رو دعوت کننده تأثیری نداره. یعنی خیلی از عزیزان نگران هستن که میگن ما میخوام یکی دعوتنامه بدیم، اگر اومد اینجا درسشون نخون ول کرد رفت چی، اون واقعا خیلی اصلا مشکلی برای شما ایجاد نمیکنه. سوال بعدی این بوده که خب ما به یکی تازگی دعوتنامه دادیم، مثلا برادرمون رو دعوت کردیم، پدرمون یا مادرمون رو دعوت کردیم، چقدر باید بگذره تا بشه یک نفر دیگر رو دوباره دعوتنامه داد؟ این سوال زمان مشخصی نداره، ولی باید معقول باشه. اگه شما گفتید من دلتنگ خانوادم هستم و میخوام ببینمشون، و مثلا هفته قبل به مادرتون پدرتون ویزا داده شده، شما این هفته بر برادرتون هم تقاضا بدید، خب این دلیلتون خیلی موجه نیست. و این اینکه زمان خاصی وجود داشته باشه، بگیم حتما بعد از ویزای قبلی 3 ماه گذشته باشه، یا با شرایط قبلیتون شما مثلا یک بره مالی رو، تایم زمانی رو، یا حساب بانکی رو پر کرده باشید، حقوقی دریافت کرده باشید تا یه نفر دیگر رو دعوت نامه بدید، نه هم چیزی وجود نداره. ولی باید لاجیک و منطق این دعوتنامه بخونه با واقعیت، و ما بهتون کمک میکنیم که بتونید پروندهتون رو طوری ببرید جلو که هم از این فرصت استفاده بشه و هم فرصتهای آتیتون از دست نره. معمولا 3 تا 6 ماه رو ما میگیم که صبر بکنن. بس حسن دیگه ویزای ویزیتوری اینه که هزینهش بسیار پایینه، شما هیچ
گزینه ای رو به عنوان اینکه بخواید 100% بگید مثلا من باید انقدر سپرده بانکی داشته باشم، تعهد مالی بدم، هزینه جای دیگه ای بکنم، متقبل نمیشید. ویزای ویزیتوری برای خانواده و بستگان یه نرخ عرف و عمومی داره اینجا 1000 دلار و ما هم رو همون سیستم میریم جلو، یعنی اون مکزیکی هم که میخواد بیاد، اون کلمبیایی، ایتالیایی یا آلمانی هم که میخواد بیاد، برای ویزه ویزیتوری هلوش 1000 دلار کل هزینه شه. و حالا نمیدونم بعضی مجموعه ممکنه که در ایران خیلی عدد بیشتری از این رو بگیرن، ولی عرفش همینقدره و در حقیقت تو این قضیه ما میتونیم کمکتون کنیم. کسی که اینجا میخواد دعوتنامه بده باید چه استاتوسی داشته باشه؟ این سوال خیلی خوبیه، به خاطر اینکه کسی که خودش دانشجوه خیلی گزینه مناسبی واسه دعوت کردن افراد دیگه نیست. میتونه به پدر مادرش دعوتنامه بده، ولی خیلی روش نمیشه بیشتر از این حساب کرد، به خاطر اینکه خودش اینجا مهمانه. دعوتنامه وقتی ما صحبت ازش میکنیم معمولا راجع به کسی صحبت میکنیم که اینجا اقامت داره، یعنی پی آر یا سیتیزن هست و حالا میخواد به بستگانش، دوستانش یا برای کار تجاری به یک کس دیگه دعوتنامه بده. ترافل هیستوری چقدر نقش داره تو ویزای ویزیتوری؟ یکی از سوالات دیگه تون بود. قطعا ببینید اصلی ترین سوالی که تو ویزاهای موقت چه تحصیلی چه کاری چه ویزیتوری شما باید جواب بدید اینه که بعد از اتمام ویزاتون، بعد از دوره قانونی که میتونید داخل کانادا باشید برمیگردید. و اینکه کسی ویزای شنگن داشته باشه و سر وقت رفته باشه، اومده باشه، به عنوان یه سمپل کوچیک برای کانادا قابل استناده که اوکی رفته اروپا و بعد برگشته، خلافی نکرده، پناهنده نشده و کار غیرقانونی نکرده، پولشویی و نمیدونم حالا هر کار غیرقانونی دیگه انجام نداده، یه رکورد مثبتی براش وجود داره و بعد برگشته ایران. پس ترابل هیستوری کمک میکنه، تضمین کننده نیست. ما کسی داشتیم از امریکا هم اقدام کرده ولی به ویزای امریکا داشته، الان هم اونجا بوده اقدام کرده ولی ویزاش ریجکت شده برای کانادا. ولی افرادی هم هستن که ویزای اروپا رو هم ندارن، ویزای کشورهای مثلا انگلیسی زبان جهان اولی رو هم ندارن، استرالیا، نیوزیلند، امریکا، ولی ویزاشون قبول شد. پس کمک کننده است ولی چیز الزامی نیست ترابل هیستوری. سوال بعدی که پرسیدید اینه که کارآفرینی و سرمایه گذاری، اگه یک کسی شرکت خودش رو داشته باشه، یه بیزنسی داره و میخواد بیاد اون بیزنس رو اصلا برای اقامت در کانادا چک بکنه که آیا میتونه اقدام بکنه یا خیر، چرا ما اول ویزای ویزیتوری براش درخواست نمیدیم؟ ببینید دوستان، ویزای ویزیتوری تا وقتی که شما دلیلتون رو اثبات نکنید، پیش‌فرض رو بذارید که ریفیوز میشه. و حالا تو پرانتز چیز دیگه هم بگم، خیلی هم میام ما میگن آقا ما ویزا قبلا درخواست دادیم، ریجکت نشده، ریفیوز شده، همچی چیزی اصلا وجود نداره. شما ویزاتون یا قبول میشه، لیبل میخوره تو پاستون، یا هر چیز دیگه ای بشه فرقی نداره، کلا شما ریجکت شدید، ریفیوز شدید، رد شدید، اسمش رو هر چیز دیگه ای میشه گذاشت، ولی قبول نشد. اینکه یک مهر قرمز میزنن تو پاسپورت و این دیگه بعدن برای ما دردسر ساز میشن، همچی چیزی نیست. سابقه وجود داره برای شما که برای ویزای کانادا درخواست دادید و پذیرفته نشده. اگر شما ویزاتون در نیاد اصلا پاسپورتی نمیفرستید جایی که بخوان مهری بزنن روش، اون برای سنوات خیلی قبل بوده و خب بعضی کشورهای دیگه انجام میدن به این سمت، به این صورت. برمیگردیم سر همون سوال اصلی، کارآفرینی و سرمایه‌گذاری. کسایی که صاحب کسب و کار هستن، چه مغازه، چه شرکت، چه در حقیقت یک فعالیت اقتصادی، ممکنه که اصلا خودشون خود اشتغال باشن، پزشکان عزیز، دندان پزشکان عزیز، کسایی که کار هنری دارن میکنن و خود اشتغال به حساب میان، این عزیزان برای ویزاهای ثبت شرکت، برای ویزاهای اقتصادی و تجاری، اگر از روش برنامه‌های استانی و پی ام پی برن، جزء پروسه مهاجرتشون یک اکسپلوراتوری ویزیت دارن که باید تشریف بیارن اینجا و یک به اصطلاح حالا سفر اکتشافی ترجمهش میکنن اینجا باشن.
و اون هزینه های برنامه های پی ام پیو داره، سرمایه گذاری استانی از 100 هزار تا به بالاست، 200 هزار تا آنتاریو، 400 هزار تا و حالا بقیه شهرها هم بر خودشون همه رنج قیمتی دارن. ولی برای کسی که میخواد از طریق برنامه های آی سی تی، آی ام پی، برنامه های ثبت شرکت و برنامه های تجاری بیاد، ممکنه بتونیم برای ویزای ویزیتوریش ابتدا اقدام بکنیم، ولی اصلا چیز قطعی نیست، به خاطر اینکه شما توی ویزای ویزیتوریش میگید من میخوام بیام اونجا بررسی بکنم برای شرکتم که ببینم ما میتونیم اینجا شرکت داشته باشیم یا خیر، و بعد برمیگردم. نه تعهدی دادید، نه شرکتی قبلش ثبت کردید، نه نیروی استخدام کردید. یک حدس و گمانه که هر کسی ممکنه این فرضیه رو داشته باشه و نشون بده. ولی اگر این شرایط رو دارید، یعنی صاحب کسب و کار خودتون هستید، پیام بدید، میتونیم راهنماییتون کنیم که حداقل امکان از ویزای ویزیتوری کانادا بتونین استفاده بکن. رایج‌ترین دلایل ریجکتی ویزای ویزیتوری یه سوال بسیار پرتکرار دیگه است. به صورت خیلی مشخص میگن ما مطمئن نیستیم که برمیگردید. پس چه کار باید بکنیم؟ باید دلایل غیر ضروری رو حذف کنیم تو پرونده های ویزیتوری. باید در حقیقت رابطتون رو با اون دعوت کننده اینجا تثبیت و تشریح بکنید و الزام سفر رو کاملا نشون بدید که دلیلی وجود داره برای این سفر، که این زمان و این مکان براش انتخاب شده و با این فرد ما برای این سفر در حقیقت وارد مذاکره شدیم. حالا اگر دوستتونه، اقوامتونه، یک شرکت اینجا، هر مجموعه‌ای که دعوت کنندتون هست، باید این ضرورت رو تشریح بکنه. و تمکن مالی خب قطعا باید وجود داشته باشه، استقرار و ثبات کاری در ایران باید وجود داشته باشه و اینا تشریح بشه. پلن سفر و پلن بعد از سفر، اینکه شما تو هیچ کدوم از اجزای کارتون چه در کشور مبدا چه در اینجا مغایرتی با قوانین ندارید، کاملا باید تشریح بشه که حتی اگر شما ریفیوز شدید روی ویزای ویزیتوریتون، رو برنامه های بعدیتون صدمه نبینید. یعنی راه برای اقامت دائمتون، برای ویزای تحصیلیتون اگر خواستید، برای اقدام مجدد ویزاهای ویزیتوریتون باز باشه. چند نفر از دوستان پرسیدن که آیا کورت ارزش داره، اعتراض دادن ارزش داره که ما انجام بدیم؟ من قطع به یقین میگم خیر روی این قضیه، به خاطر اینکه کورت یه فرآیند بسیار زمانبر و هزینه بریه و رو ویزای ویزیتوری شما هیچ ادله قابل اثباتی ندارید که من باید الان به صورت توریستی بیام کانادا، با آفیسر اشتباه کرده، من رو رد کرده. قانون این اجازه رو با آفیسر داده که بر اساس دیسکرشن خودش، بر اساس صلاح دید خودش، یک ویزای موقت مثل ویزای ویزیتوری رو قبول بکنه یا رد بکنه. به خاطر همین که شما به کورت هم برید، قاضی در نهایت میگه که تصمیم آفیسر بر اساس دیسکریشنش بوده، بر اساس صلاح دیدش بوده، و شما اگه ناراحتی دوباره تقاضا بدید، دوباره بررسی بشه. اعتراض یا ریکانسیدر هم میشه انجام داد، ولی تأثیرش تو نتیجه بسیار کم. مهم اینه که ویزای ویزیتوری با اسناد و مدارک و پرونده درستی سابمیت بشه که حتی اگر ریفیوز شد، تأثیر منفی رو پروگرام های بعدی که میخواین اقدام بکنید نداشته باشه. چون همونطور که گفتم، هم زمانش بسیار کوتاه، جوابش سریع میاد. اگر قبول بشه، شما واقعا برد بزرگی کردید و پیشرفت خیلی بزرگی داشته پروندهتون. اگر هم رد بشه، شما گزینه های بعدی رو از دست نمیدید. خب این راجع بحث تخصصی امروزمون. راجع بحث عمومی در مورد خونه و محل زندگی اولیه قرار بود صحبت بکنیم که یه سری سوالاتی رو پرسیده بودن عزیزان راجع به اونها، جواب ها رو میگیم خدمتتون. و حالا هر سوال دیگه ای بود میتونید توی کامنت های پست مربوطه بذارید، حتما پاسخ میدیم. به صورت کلی عزیزانی که میخوان تشریف بیارن، محل اقامت اولیه‌ای که انتخاب میکنن و برنامه ریزی میکنن قبل از ورود براش، برای بازه یک ماه یا دو ماه هست. یعنی زیر یک ماه شما برای پیدا کردن جای جدید خیلی تایمی ندارید با توجه به کارهای اولیه‌ای که بعد از ورود بعد انجام بدید.
و بیشتر بهتون استرس وارد میشه که خب من 2 هفته اجازه گرفتم، الان میخوام هفته دیگه بلند شم، حالا برم دنبال جا یا برم دنبال گواهی نامه یا برم دنبال استادی پرمیتم یا ثبت نام دانشگاه، و این تداخل باعث میشه که شما بهره وری کمتری داشته باشید. پس جای اولیه که میخواد رزرو بکنید برای 1 تا 2 ماه رزرو بکنید. گزینه هایی که معمولا از آن میرن سراغش، اول خونه بستگان و دوستان و آشنایانه. دومین گزینه که بسیار محبوب و بسیار مورد اعتماد و تایید شده از Airbnbه که احتمالا حالا خیلی بشناسیدش. و گزینه سوم گروه های تلگرامی و واتساپ و گروه های دانشگاه ها و فیسبوکه. Airbnb بهترین گزینه است تو این زمینه، اگرچه هزینهش یه ذره بالاتره ولی چند تا حسن خیلی خوب داره. یک این که مطمئن شما هستید که اون عکسی که میبینید جایی که دیدید همون رو بهتون میدن، یعنی اون خونه ای که تو عکس میبینید، اون ریویوی که میخونید، اون شرایط و امکاناتی که اونجا گفته میشه که این خونه داره واقعا وجود داره. خونه مبله هست، امکانات زندگی، وسایل آشپزخونه، چه میدونم حتی اتو، سشوار، تمام اینها وجود داره. برای شما به یک نفری که اول میخواد وارد بشه کاملا میتونه زندگیشو فردا شروع کنه، بره به کارش برسه و مطمئن باشه که تو خونه وسایل اولیه زندگی کاملا براش مهیا است. ولی قیمتش یه ذره بالاتره و نرمال یه چیزی حدودش روزی $100 باید حساب بکنید روش، بعد بگردید و اون چیزی که میخواید رو پیدا بکنید. اما اقسام در حقیقت گزینه‌های مختلف هم بهتون میده. یک نکته دیگه که راجع به Airbnb باید بگم اینه که چون Airbnb برای ساختن اکانت SMS میفرسته و ایران تحریمه، متاسفانه از ایران نمیشه براش اقدام کرد. شما باید به یه شماره یک فرد دیگه خارج از ایران یه اکانت بسازید، بعد با اون اکانت بیاید برای خونتون و حالا اون محله که میخواید بگردید توش و گزینه هایی که میخواید داشته باشید و اقدامات بعدی رو انجام بدید. پرداختش هم با کردیت کارته، حالا اون رو هم باز میشه عربش مختلف پرداخت کرد، ولی باید بدونید که کردیت کارت کلا خاصیتش اینه اگر شما برید و اون خونه خسارتی دیده باشه بعداً اون صابخونه شما رو چارج میکنه بابت اون خسارت. خب هومستی برای کودکان رو پرسیدن. برای کودکانی که در مقطع در حقیقت تحصیلی مدرسه میخوان اقدام بکنن، باید کاستدینشیپ، گاردینشیپ و برنامه‌ای برای اقامتشون ارائه بشه که خب خیلی از مدرسه ها برنامه هومستی رو دارن که توی یک خونه ای که حالا یک نفر، دو نفر، سه نفر بزرگسال دارن زندگی میکنن که معمولا بازنشسته هستن، سنه بالا هستن، 3 تا 4 تا 5 تا 6 تا 10 تا بچه رو هم میگیرن و در کنار خودشون در حقیقت مراقبت میکنن ازشون، فضای زندگی و خورد و خوراک و سبد غذای گرم و بحث مثلا رخت و لباس و رسیدگی کلی بهشون رو انجام میدن. هومستی هول و هوش ماهی $1000 برای شما هزینه داره به بالا، بسته به شهر و محلهی که انتخاب میکنید بسیار متفاوته. اگر برای مدرسه اقدام کرده باشید ما به تو معرفی میکنیم، اگر برای خودتون میخواید در حقیقت باید بتونید با یک کسی دیگه، یعنی برای عدالت بزرگسال، برای دانشجو میخواید، بعد خودتون تو این گروه تلگرامی و فیسبوکی یکی رو پیدا بکنید. ولی قرارداد نداره، یعنی قرارداد برای بزرگسال که میخواد مشترک بشه قرارداد اجاره و صاحبخونه رو نداره، شما اون فرد توافق میکنید و مدتش هم محدوده. معمولا سایت های کاریابی رو یک پست راجبش گذاشتیم، دوباره حتما معرفی میکنیم. سایت های عمومی کانادا مثل کیجیجی هست، تو هر شهر باز دوره سایت هایی که برای خونه پیدا کردن استفاده میشه متفاوته. مثلا توی بریتیش کولومبیا، بی سی، ونکوور، کریجلیست خیلی پرطرفدار و پر متقاضیه و ازش استفاده میشه. توی یک شهر دیگه ممکنه که زولو باشه، توی هلیفکس ممکنه یک سایت دیگه باشه و اون بسته به شهر فرق میکنه، ولی خب KGG همه جا هست. و Airbnb پرسیدن که حقوق یک نفر برای اجاره خونه کافیه؟ بله، حقوق یک نفر، حقوق حداقل حقوق $2500 و با $2500 شما میتونید همه جای کانادا خونه بخرید، یعنی اگر که خونه اجاره بکنید، یعنی اگر خانواده 2 نفر یک نفر حقوقش رو بذاره برای کرایه، حداقل حقوق هم بگیره میتونه یه خونه خیلی خوب بگیره. ولی خب خونه برای یک دانشجو از $700 $1000
تو شهرهای کوچیک میشه پیدا کرد ماهیانه، که خب خونه مثلا ممکنه که یک اتاق باشه و یا آپارتمان یا کاندو به اصطلاح مبلر اگر که بخوایم در نظر بگیریم، بعضی ها گرونتره، ولی به صورت عادی یک خونه‌ای که با وسایل اپلاینس آشپزخونه است به اصطلاح، مثل لباسشویی و ظرفشویی و مایکروویو و خشکن و گاز و فر و اینها و یخچال، تو شهرهای کوچیک 1500 دلار میتونید پیدا بکنید یا آپارتمان یک خوابه یا دو خوابه خوب. شهرهای کوچیک که میگم مثلا مثل رجاینا، ساسکتون، هالیفاکس، حتی مونتریال، حالا مونتریال شهر کوچیکی نیست ولی از نظر قیمتی مقرون به صرفه است. و تو شهرهای بزرگتر خب اتاوا، تورنتو، ونکوور 2500 دلار عددیه که برای مسکنتون باید بذارید کنار به صورت مینیموم برای مسکن خوب. مناطق ایرانی نشین رو پرسیدید. خب تو دو تا شهر اصلی تقریبا 80% 90% ایرانیان تو کانادا متمرکز شدن، تو ونکوور و تورنتو، البته که تو اتاوا، تو مونترال هم خیلی هستن، تو ادمنتون هم هستن، ولی جمعیت تو این دوتا شهر بیشتره. تو تورنتو، تو منطقه ریچموند هیل خیلی ایرانی میبینید، مغازه ایرانی، محله های ایرانی، مدارسی که معلماش ایرانیه، بانکایی که کارمنداش ایرانیه، نمیدونم هر جا میرید یعنی شما کسی فارسی بلد باشه به راحتی میتونه اونجا کارش رو راه بندازه، احتیاج به انگلیسی هم نداره. توی یورک، نورث یورک و ریچموند هیل برای منطقه تورنتو، و برای ونکوور هم تو نورث ونکوور و کوکیتلام دو تا محله هست که ایرانی ها خیلی زیادن اونجا. برای خدمات بعد و ورود و خدمات اقامت اولیتون، اگر حتی ویزاتون رو خودتون اقدام کرده باشید، ما میتونیم کمکتون کنیم. برای گرفتن محل اولیه اقامت، برای گرفتن کارهای اولیه مثل بیمه و ماشین و خودرو و ملک و اینها، وکلا و مشاورین گروه ما، گروه هاتسون، میتونن در خدمتتون باشن. و برای ویزای ویزیتوری هم اگر حس میکنید شرایط دارید، بهتر قبل از برنامه سرمایه گذاری شرایطتون رو اون قضیه بسنجید. خیلی ممنون از اینکه همراه ما بودید. سوالاتتون رو حتما در کامنت مطرح بکنید، تو پست مربوطه پاسخ میدیم و با امید دیدارتون در لایو بعدی دو هفته آینده. اوقات خوبی داشته باشید. خدا نگهدارتون.